سلام آریا، سلام آریان، سلام پارسا، سلام پارسا. من شروع میکنم با اجازه آقای احمدی و آقای جالیزی و دیگر دوستان. امیدوارم که کلاس خوبی داشته باشیم انشالله که. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مجددا سال نو رو خدمت همه دوستان تبریک میگم. آریان سوال تو بپرس، من کامنت رو میخونم و در نهایت پاسخ میدم دیگه. مجددا سال نو رو تبریک میگم از همراهی و همدلی دوستان تو این ایام که مصیبتی که بر ما وارد شد، همدلی های فوق العاده فراوانی عزیزان داشتن، پیام استوری حضورن، تماس، پیام هی بدن آقای محسنی قصه نخور، آقای محسنی فلان، اینا نشون دهنده اینه که خیلی دوست داشتنی هستید، خیلی درجه یکید. انشالله که خوبی های شما رو بتونم جبران بکنم. ممنون ممنون ممنون، یک دنیا ممنون. سال خیلی خوبی داشته باشید. انشالله هر چه زودتر این داستان کرونا تموم بشه. واقعا دلم برای بچه ها تک تکتون، یعنی از بچه های تجربی اون جلوی میز پارسا بگیرید، برو تو ته کلاس فرامرزی، تو یازدهم ریاضی هم از ده بزرگی شروع کن، کل کلاس رو بچخ بچخ، برو اون تا نامی. دلم برای تک تک بچه ها تنگ شده. انشالله که زودتر این داستان ها تموم بشه و ما بتونیم همدیگر رو ببینیم. من درس 15 رو قبل از عید، دوستان محبت، به دلیلی که نمیرسم تدریس بکنم، فایل ویدیویش رو دوستان محبت کن در کانال گذاشتم. الان درس 15 رو دوستان میشه کامنت بکنن که کیا خوندن یا کیا نخوندن. کار خیلی خاصی ندارم، فقط درس 15 رو بچه ها خوندن بیشتری ها. خب آقا کوچک نخونده مثلا، نخوندیم، نتونسته ببینه، نخونده، بگن دوستان اشکال نداره، خیلی اتفاقی نمیفته. خب خب، اینجور که مشخصه درس 15 رو عزیزان بیشتر ما هنوز از بیشتر عزیزان من هنوز درس 15 رو ظاهرا فرصت نکردن بخونن. بله، بیش از 90%. اول که بچه لینک کانال، لینک خود این درس 15 تو کانال هست، کانال 11 سلام بزنید میاد، وجود داره این درس 15 و یه محسنی بزنید، کلا 5-6 بار اسم من اومده تو هم محسنی ها، برید بالا پایین لینک پیدا میشه. درس 15 رو یک توضیح کلی میدم و خواهش میکنم مثل همیشه ازتون دوستان ببینن اون فایل رو. فکر میکنم حتی اکثر 32 دقیقه طول کشید تدریسش، یا 36 دقیقه، یعنی تدریس درس به این سختی 36 دقیقه تو اون فایل خیلی ریز گفته شده. من یک مروری میکنم، انشالله وارد 16 بشم دوستان. ولی برای امتحانها، برای امتحانهایی که داریم، چه 15-16 رو امروز رسیدم کامل دوباره مرور کنم، دوره کنم بگم، چه نرسیدم کامل بگم، عزیزان من محبت بکنن حتما لغات و املا و یک مرور ساده. قرابت معنایی 15 و 16 خیلی راحته، تستای خیلی مشخصی داره، حتما حواسشون رو جمع بکنن، یه نگاه بندازن به همون جزوه خودم، لغات املا هم ببینن. پس تو امتحانمون 15 و 16 هست، همیشه هست. امروز هم تست برای 15 16 حدود سعی میکنم 100 تا بذارم که حالا زوج و فرد میکنن آقای جالیزی و آقای احمدی بهتون میگن، پاسخ شما رو میذاریم با هم دیگه بریم جلو. وارد درس 15 میشیم، کبوتر تغدار. فکر میکنم که به اندازه کافی زوممون خوب هست، حالا احساس میکنم همه ببینن. آره، درس 15 کبوتر تغدار. اول اینکه تغدار یعنی چی؟ یعنی همین حالتی که الان من دارم، یک حاشیه‌ای روی لباسم هست. این کبوترهایی که یک حالتی مثل گردن بند اینجا وجود داره بهشون میگم کبوتر تغدار. یه چیزی مثل چنبر است، مثل حالا بسته شده است در این حالت، ما با اینا میگیم کبوتر طوقی اصطلاح هم میگیم. داستان داره میگه آقا کشمیر یه جایی، حالا تو هندوستان، یک باقی بود
در ناحیت کشمیر متصیدی خوش و مرغزاری نزه. اولا ترجمه روان این تو همون جزء سیمی شده اول سال هست، جزء کلوفته داخل اون قسمت نصر روان، حتما ازش استفاده بکنید، اونو اونجا وجود داره نصر روانش. ما اینجا سعی می‌کنیم نوعی بعضی معنی ها رو نوشتم، بعضی مفهوم ها رو نوشتم، بعضی رو خودتون باید به دنبالش. بچه اگر با دوستاتون در ارتباط هستید، کانالی، لینکی، جای گروهی دارید بگید بیشتری ها بیان، که واقعا درس جدیه. هی من صحبت کردم تا به جایی برسیم. خب میگه یک باغی، باغچه زیبای خیلی بزرگی وجود داشت. یک زاغی داخل اون باغ بود و یک صیاد، کسی که داره صید میکنه، کسی که حیوانات رو میگیره، و یک دسته کبوتر. کل ماجرای ما اون باغ اتفاق میفته، یک صیاد، یک دسته کبوتر، زاغ هم وجود داره. زاغ چیکار است تو این باغ؟ زاغ یک آدم باهوش و هوشمند و با تجربه است. میگه من اون بالای درخت نشستم و داره حوادث رو میبینه. چه حادثه ای داره تو این کتاب کل دمنه مطرح میشه؟ این مبحث از کل دمنه، بچه کلیل دمنه ترجمه نصر الله منشیه، نه نوشته نصر الله منشی. حتما حواسمون تو اینا به تاریخ ادبیات باشه. کلیل دمنه اصلش هندی سانسکریت، ولش کنید، ما ترجمه نصر الله منشی داریم، نویسندش نصر الله منشی نیست. پس یک داستانی وجود داره، زاغه نشسته میخواد داستانو ببینه، یک صیادی وارد میشه و میخواد یه سری کبوتر رو صید بکنه. جالی برگردن عصایی در دست، وارد میشه دامش رو پهن میکنه، منتظر میشینه تا گروه کبوترها وارد اون دام بشن. خب تو دام وقتی پهن میکنی، برای اینکه کبوترها رو سمتش جذب کنی چی کار میکنی؟ به همین راحتی. خب باید توش دانه بریزی دیگه، باید یه چیز اینا رو گول بزنه. دانه رو میریزن، دوست کبوترها هم که داشتن دستشان پرواز میکردن دام رو میبینن، به طمع اون دانه ها وارد این دامه میشن و بسته میشه این تور دام و صیادم خوشحال دیگه میخواد این دام رو بره سمتش برداره. من میفرستم برات یاسین، برام یه پیام تو واتساپ بده که من دوباره این فایل رو بفرستم براتون. من به آقای جالیزی هم میگم که براتون مجددا بفرستن. دوستان میگم اگه باز با بچه ها الان لینک داریم، گروه واتساپی از کانالی جای داریم با هم دیگه در ارتباطیم، بگین کلاس رو بیان. هی من هنوز وارد قرائت معنی جدی نشدم که نکات کامل رو بگم. بعد حالا این کبوترها وارد دام شدن. وقتی وارد دام میافتیم، تو دام مشکل ایجاد میشه، چیکار میکنه؟ هر کسی میخواد خودش در بره دیگه. یکی از این ور میدوه، یکی از اون ور میدوه، یکی از این ور میدوه. حالا یک سردسته و رئیسی دارن این کبوترها، همون متوقه، کبوتر طوقدار، همون متوقه رئیسشون. ساکتشون میکنه، میگه ببینید این سیده داره میاد سمت ما، همش هم داره دنبال ما میاد. خواهش میکنم، میگه دنبال ما همش داره میاد و بهتر همگی استخلاص یاران را مهمتر از استخلاص خود شمارد. رها شدن یار خودش رو بر خودش ترجیح بدونه، مرجح بدونه. میگه همگی آقا گوش کنید، همه هم دست بشیم، به طریق تعاون قوتی کنید تا دام از جای برگیریم و برویم. جلوتر تو متن میگم اینا رو. میگه آقا همه گوش کنید، درد من همه هم گوش میکنن و بلند میشن که برن پرواز میکنن. میگه همجور میرن. این صیادم فکر میکنه اینا دو تا پر میزنن، خسته میشن میافتن دیگه. میگه دنبال اینا میرم، خسته شدن افتادن اینا رو من میگیرم. متوقع میگه ببین بچه، ما تا نریم جلو، تا به سمت نخلستان ها و آبادانی ها نریم و از نگاه این صیاد گم نشیم، این ولکن ما نیست. ما همینجور بریم تا میرن از دید این صیاد پنهان میشن. صیادان ناامید میشه، ول میکنه میره دیگه، میگه در رفتن. حالا متوقع به اینا میگه من یه دوستی دارم، یه موشی به نام زبرا. اون موش زبرا دوست متوقع است. میگه بریم پیش این که این زبرا بندهای من رو باز بکنه، بندها رو باز کنه. میشینن در یه جای فرود، میان صدا میزنه زبرا بیا بیرون از خونه. زبرا میاد، تا اینا رو میبینه شروع میکنه گریه کردن. میره اول شروع میکنه تناب و بند و از دست و پای متوقه باز کردن. متوقه میگه اول برای منو باز نکن، برو واسه رفقامو باز بکن. میگه چرا؟ میگه چرا تو مهم نمیدونی؟ اول تو رو باز میکنم، میرسم برو سمت رفقا. میگه علت این کار چیه؟ میگه که تو اگر اول از من شروع بکنی، خسته میشی، دیگه دوستای من بنداشونو باز نمیکنی،
ولی اگر اول از اونا شروع بکنی برای من خستم بشی، من چون رفیقتم روت نمیشه که بنده منو باز نکنی، پس اول برو سراغ رفقای ما. این در واقع مفهومش تبعیت از رهبر رئیس رو میخواد بگه، اینکه رهبر حقی بر مردم داره، فداکاری و ایثار نسبت به مردم و رفیق، نه معشوق. از الان بگم تو تست قرابت معنایی، فداکاری برای وطن به دردمون نمیخوره اینجا، فداکاری برای معشوق به دردمون نمیخوره، فداکاری برای رفیق، مردم. حواسمون به نکات باشه حتما. درس 15 هم که بود، این کلش بود، یعنی برای قرابت معنایی توضیح دادم. درس 16 هم یه صحبت ریزی میکنیم، درس بعد از رومت میخونم. درس 16 هم بچه ها، من فایل پی دی اف نوشته شده درس 16 هم براتون ارسال میکنم، ولی تو رو خدا دل بدین بخونید. این تو این تایما واقعا حیفه. شما اگر 11 هم پرقدرت و با دل صبر تو این دوران جمع بکنید، با یک اطمینان خاطری وارد سال 12 هم میشید، نه در درس فارسی، تو همه دروس پرواز میکنید. امیدوارم که درس فارسی خیلی خوبی هم جلو ببرید. درس 16 هم دو بخشه، یه بخشش راجع به قصه عینکمه، یه بخشش هم راجع به خاطرات آقای خمینی هستش که نادر ابراهیمی نوشته، خاطرات آقای خمینی با دیدارش با آقای مدرس. بخش اولش قصه عینکم یه سری نکات قرابت معنایی داره. داستان برای اینه که یه بابایی چشمش ضعیف بوده، خودش متوجه نمیشه که چشمش ضعیفه، فکر میکنه همه مردم دارن دنیا رو مثل این هچلف میبینن، جلو عقب میبینن، کوچیک بزرگ میبینن. تا یه داستانی پیش میاد، یک عینکی دست این آقا میفته، عینک رو که میذاره میبینه ای چقدر دنیا قشنگ شد، دنیا زیبا شد. بعد میگه حالا من با این عینکم میرم مدرسه، منی که همیشه برای نشستن سر میز اول دعوا میکردم، اصلا میرم میز آخر میشنم، عینکم میزنم راحت تخته رو میبینم. دیگه این عینکه چون یغور بوده، عینکه برای یه پیرزن بوده، عینکه یغور بوده، زشت بوده، از اینکه میرفته این پشت میبستن دندلک داشته بوده، تا این عینکو میذاره معلم فکر میکنه این داره مسخرش میکنه و بهش میگه که پاسو برو بیرون، اخراجی و کلاسو به هم ریختی و اینا. میره آقا گریه زاری میکنه، میگه به خدا به پیر پیغمبر من چشمام ضعیفه، تازه فهمیدم، معلمم میفهمه، میره واسش عینک میگیره. اون تو این وسط درس اگر دوستان یه نگاه انداخته باشن، درس 16 امو یه سری نکات قرابت معنایی داره. میگه برید از آسمون شوربا بیاورید. از آسمون شوربا یعنی قد شما بلنده. مثلا میگه که گفتم چنان تاثیرگذار بود که در دل سنگم اثر میکرد، یعنی گفته تاثیرگذار دیگه. خب این هممون میدونیم چیز خاص و جدیدی نداره. و قسمت دومم که شیوه مبارز آقای خمینی به دیدن آقای مدرس میره و شروع میکنه از این صحبت کردن که شیوه مبارزاتی شما من نمیپسندمش. این بحث روانخوانی مونه. شما داری مردم رو از هیکل و سواد رضاخان میترسونی، ولی باید اصل از فرهنگ و اینکه رضاخان چیه و فلان و فلان و اینا باید باشه. شیوه اختلاف مبارزه آقای خمینی و آقای مدرسه. استارت مبارزه آقای خمینی با پهلوی اول و پهلوی دوم از همین دیدار زده میشه که یار جمع میکنن، جلسه میذارن و طلبه ها از گرد آقای مدرس میرن به سمت آقای خمینی. حالا این آقای نادر ابراهیمی چون این بحث رو داستان بار نوشته، در قسمت ادبیات داستانی اومده، ولی این باید در قسمت ادبیات انقلاب درس 10 و 11 میومد. اینم توضیح درس 15 و 16 نکات قرابت معناییش بود. ما نکته دستوری جدید برای درس 15 و 16 خوشبختانه نکته جدی نداریم، چون شما تو درس 11، 12 و 14 به اندازه کافی نکته دستوری داشتید. اون چهار وضعیت واژگان، اون صفتهای بیانی و دوباره تو درس 14 گروه های اسمی، صفت پیشین، صفت پسین، هسته چیه؟ برای همین تو درس 15 و 16 یه دو تا نکته کلن دستور زبانی کلی ما داریم. تو درس 15 راجع به فعل ایستادن داره صحبت میکنه. فعل ایستادن میگه چند تا معنی داره. یکی مخالف نشستنه، بیست، که اصولا توقف هم داخل همینه. به ما میگن بیست یعنی یه جا ساکن، تموم شو. حالا اگه بخوایم معنی ایستادن رو ریز بشیم، بیست، توقف کن، پاشو وایستا. یکی هم که تو این درس داره میگه سیان گرازان به تگ ایستاد، صیاد آروم آروم شروع به دویدن کرد. یکی از معانی ایستادن شروع کردن و مبادرت کردنه. تست میدم که در کدام گزینه ایستادن معنی متفاوتی دارد.
شما باید تو تستا ببینی که آقا این ایستادن مخالف نشستن یا توقف یا شروع کردنه. پس این معنی ایستادن. یه جای دیگه هم داره حذف قرینه به شناسه لفظی تو درس 15 که تو من میگم نکات مهمشو. تا اینجا کسی سوالی مطلبی چیزی نداره؟ بچه ها یه خیلی ساکت شدن، یه میذارن میرن انگار. مطلبی سوالی بگو آریا، فقط میست که آریا گوش میکنه، بقیه خواه بگن دوستان. آریا بنویس، بنویس که من اون سوال قبلیت هم راجع به وابسته سازا و همپای سازا میگم. آها اون باشه، اوکی. ایستادن یه بار دیگه میگیم، ایستادن یه معنیش که بلدیم بیست توقف کن مخالف نشستنه، یه معنیش هم شروع کردنه. یه معنی دیگه شم بابا آقا کسرا نیما آقا کوچکم که هست، بازم دوستان هی میان و میرن متاسفانه. الخیر و فی ما وقع. ناحیت کشمیر متسیدی خوش و مرغزاری تو درس میگم. آره آره همون حذف قرینه لفظیه، یکی از انواع همونه. بله آقای زایی، آوردن که در ناحیت کشمیر متسیدی خوش و مرغزاری نزه بود که از عکس ریاحین او پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی. الان داره همون تعریف اولی از اون باغه رو میکنه که این باغه چقدر زیبا بود، یه شکارگاهی داخل اون باغ قرار داشت که انقدر زیبا بود، گلها از زیبایی مثل در برابر میگه انقدر این زیبا بود، گلها زیبا بود، ولی انقدر زیبایی باغ فراوان بود که این گلها مثل پر زاغ سیاه میزد و دوم طاووس در زیبایی مرغزار باز دوباره مثل پر زاغ سیاه بود. به این زیبایی داره میگه، میگه انقدر این زیبایی باغ فراوان بود زیبایی دیگه داخلش دیده نمیشد. ریاحین یعنی گیاهان خوشبو، این ریاحین و یه ریحان ما خونده بودیم، این تو تحول معنایی که در گذشته معنی گیاهان خوشبو، امروز فقط یک سبزی به نام ریحان داریم، یادمون هست که قبلا گفته بودیم. زیبایی چشمگیر اون باغ است، درفشان لاله در وی چون چراغی ولی از دود او بر جانش داغی. بچه این درفشان هم میگن، اما با توجه به خانش کتاب شما که در انتها درفشان و درخشان گرفته، ما درفشان میگیم. بله تشبیه و اغراق آقای داننده. درفشان لاله در وی چون چراغی ولی از دود او بر جانش داغی. گفتم دو تا اصل معنوی داره. درفشان لاله در وی چون چراغی بود، از دود او بر جانش داغی بود. میگه آقا گل لاله مثل یک چراغی اونجا ایستاده بود. ایهام تناسبش کجاست؟ یه چراغ قدیمی داریم ما تو معانی لاله که اینجا این لاله رو هم گل لاله میتونیم بگیریم و همون نوعی چراغ قدیمی که با اون دوده و چراغ اونور تناسب داشته باشه. گل لاله بچه داخلش سیاه کلن. آره نکاتی که میگم و تو اون فیلمه هست آقا کوچک، ولی اگر بنویسید خوبه به نظرم. تو اون فیلمه هست اگه دوستان به این فیلمم که الان امروز ضبط میشه، ولی تو اون فیلم مبسوطن گفتم، الان بیشتر دارم دوره میکنم. میگه گل لاله که داخلش سیاه بود، داره علت سیاهی داخل گل لاله رو چی میگه؟ میگه چی بود؟ به خاطر اون دودزدگی چراغه، این داشته انگار یه چراغی بوده دود میزده گرم میکرده زیبایی بخش میکرده، علت سیاهی داخلش رو اون دونسته. بله میفرست این پی دی افشو، همه اینا رو امروز براتون میفرست. و ایها و حسطلیل، یعنی بیت مهمیه، هم حسطلیل داشتم ایام تناسب. این که برای گل لاله ما جان در نظر بگیریم، هم تشخیص داره هم استاره. هر تشخیصی استاره سالی، هر استاره تشخیص نیست. شقایق بر یکی پای ایستاده چو بر شاخ زمرد جام باده. این چوه که مثل تشبیه داره، کاریش نداریم. میگه که گل شقایق از زیبایی مثل یک جام شراب ایستاده و اون ساقش، ساقه سبز اسمش، پایه های زمرده. میگه انگار یک جامی رو پایه های زمردش ایستاده. تشبیه قشنگی داره گل شقایق، حالا خودش مثل یک جامه، پایش هم مثل یک پایه زمردینه، اون ساقش مثل یک پایه زمردین و روی ساقه خودش ایستاده. دوم، و در وی شکاری بسیار و اختلاف صیادان آنجا متواتر. بچه از اینجا چون نکات قرابت معنایی مهم میشه، من نگاه کنم بچه این مثلا سبزرنگه و در وی شکاری بسیار و اختلاف صیادان آنجا متواتر، اینجا سبزرنگ نوشتم زیادی صید مفهومه.
مثلا این صورتی صیادی بد حال خشن جامعه اینجا این با صورتی نوشتم ترسناک، نشسته بود چپ و راست و مینگست آبی بود، دوباره اینجا هوشیاری شده آبی. حواسمون به نکات قرابت باشه. در وی شکاری بسیار بود، حس معنوی یک، اختلاف صیادان آنجا متواتر بود، هی میرفتن می اومدن. میخواد بگه هی صیاد اونجا میرفت صید میکرد. زاغی در حوالی آن بر درختی بزرگ گشن خانه داشت، یک درخت پرشاخ و برگی بود که زاغ داخل اون خونه داشت، نشسته بود چپ و راست رو میدید. کسی که داره چپ و راست رو میبینه یعنی حواسش جمعه، چپ و راست هم مجاز از همه جاز و تضادم داره. ناگاه صیادی بدحال خشن جامه، میخواد بگه یک صیاد رو میخواد ترسناک نشون بده، فضا سازی داستان دیگه، میخواد بگه یک لباس بدی پوشیده بود، عصبانی بود، بدحال بود، فلان بود. جالی برگردن و عصایی بر دست، روی بدان درخت نهاد، دام رو دوشش انداخته بود، یه چوبم دستش بود، رفت زیر اون درخته یک دامی برای کبوترها درست بکنه. دامگستر مفهومو نوشتم. زاغ ترسید، با خود گفت این مرد را کاری افتاد که می آید و نتوان دانست که قصد من دارد یا از آن کس دیگر. من باری جای نگه می دارم و می نگرم تا چه کند. می نگرم تا چه کند، جال یعنی دام ادوین، جال یعنی دام، تو معانیه تو جزوه هم هست، آخر کتاب هم هست. این زاغ میگه نمیدونم میخواد بیاد منو گول بزنه، منو صید بکنه یا نه واقعا میخواد که صیدی انجام بده برای کسای دیگه. به هر حال من احتیاط میکنم، هوشیارم، حواسم هستش. صیاد پیش آمد و جال باز کشید، دام رو باز کرد، دام رو پهن کرد، حبه بیانداخت، دانه ریخت توش. بچه این املای بیانداخت رو ببینید، الف نداره، مثل بیاندازد، مثل بیافشرد. یه گوریز پرانتز بزنیم تو درس 14، ما دو تا انداخت تو درس 14 خوندیم، بیانداخت شمشیران علی، امام علی جنگ رو شروع کرد، سپر بیانداخت، امام علی جنگ رو شروع کرد. یه انداختن به معنی شروع کردن بود، یه انداختن هم که همین میدونیم بنداز زمین، یه انداختن هم که بنداز زمین بود. حبه بیانداخت، املاش رو ببینید، الف نداره، مثل برانداخت نیست، برانداخت الف داره، الفش رو بر نمیدیم، اما تو بیانداخت ما کاری نداریم. حب ریخ نشست، حالا ببینه چی میشه. قومی کبوتران برسیدن، قوم کبوتران اومد، یک گروه کبوتر اومد و سر ایشان کبوتری بود. این سر مجاز از رئیسه، مجاز از رهبره، میگه سر این گروه که سر گروه دیگه، منظور سر گروه نیست که، رئیس این گروه، که او را متوقه گفتندی. بچه این گفتن چون در معنی نامیدن، صدا زدن و خواندنه، اون را متوقه صدا میزدن، متوقه بگو، متوقه دستور بده، متوقع صداش می زدن. این گفتن به معنی نامیدن و صدا زدنه. گفتن اگر به معنی خواندن، نامیدن و صدا زدن باشه، حتما چهار جزئیه و حتما مسند داره. اینجا بچه این را رو من سبک امروزی در نظر گرفتم، گفتم چهار جزئیه مفعول مسند، اما بعضی جاها اشکال هم نداره، درسته، به خاطر تفاوت تو نظام قدیم نظام جدیده. به او متوقع می گفتن، من گفتم او را متوقع صدا می زدن، حالا بعضی میگن به او متوقعه میگفتن. صدا زدن چهار جزئی مفعول مسندی به نظر من زیباتره. تو تستا متمم مسند یا مفعول مسند جفتش من مفعول مسند رو درست میگیریم، چون گفتند و ما سال 12 تو 90% تستا چهار جزئی مفعول مسندی گرفتیم. امسال متوقعه مسنده، بله، او مفعول، متوقعه مسند، گفتندی هم مینامیدن، نامیدن، خواندن، صدا زدن. و در طاعت و متابعت او روزگار گذاشتندی، تا ازش اطاعت میکردن، روزگار رو میگذرونده، هر چی اون میگفت میگفتن چشم. بچه مفهوم این سبز رنگه، ببینید اینجا من مفهومش رو اینجا نوشتم براتون، فرمانبری از رهبر و رئیس. دو تا بیت معادلم نوشتیم، هر چی که تو بگی، ما در پیروی پیر مغان هستیم، نکته های پیر طریق رو بگو، ما میگیم چشم، بله، متوقع مسلم. خب نکته رو که گفتم، سر ایشان کبوتری بود که او را متوقع گفتندی، روزگار میگذروندن، نکته خاصی دیگه اینجا نداره. چنان که دانه بدیدن غافلوار فرود آمدن، میگه این کبوترها تا دانه رو دیدن فرود اومدن. ما هم ببینیم خاطر حرص و غفلت و طمع، جمله در دام افتادن، همه گرفتار شدن. صیاد خوشحال شد، گرازان به تگ ایستاد. گرازان بچه یه حالت با خوشحالی راه رفتن دیگه، میدونی پیروز شدی، یه لبخندی میزنی، با ناز راه رفتن اصطلاحاً بهش میگن. تگم یعنی دویدن. آروم آروم شروع کرد دیگه، گفت اینا رو من به دام انداختم دیگه، حالا میرم از دام درشون میارم.
مبادرت کرد به راه رفتن. این ایستاد رو ببینید بچه، اول درس گفتم این ایستاد یعنی شروع کردن، مبادرت کردن. این ایستادن یعنی شروع کردن، مبادرت کردن، شروع کرد به راه رفتن. ایستاد رو اینجا یاد بگیریم. قرازان به تگ ایستاد، شروع کرد بره، مبادرت کرد بره سمتشون، تا ایشان رو در ضبط آورد، بگیره کبوترها رو بگیره. بچه این تا حرف ربط وابسته سازه. علت دویدن، شروع کردن به دویدن، گرفتار کردن و گرفتن کبوترا بود. تایی که علت میاره و زمان و مکان نیست، حرف ربط وابسته سازه. کبوتران استراب میگن، ترسیدن، میگن آقا الان میاد ما رو میگیره. خب تا ایشان را در ضبط آورد. خود گرازان از ریشه برداشته نشده داریا، یکی از کلمات مطلق فارسیه، یعنی جمع نیست. گرازان که بگی مثلا گراز و اینا، نه، ریشه نداره، کلمه فارسی قدیمی هستش. تا ایشان را در ضبط آورد که و کبوتران استرابی میکردند. حالا اون نکته حسب شناس لفظی گفتم اول درس، کبوتران استرابی میکردند. اند و بچه ها اینجا آورده و هر یک خود را میکوشید، باید باشه هر یک خود را میکوشیدند، هر یک خود را میکوشیدند. این جمله اینجا انده، پس اینم باید اند باشه. اما جمله دوم رو چون در جمله اول اندش اومده، حذف شناسه به قرینه لفظی اینجا صورت گرفته، حذف شناسه به قرینه لفظی پس صورت گرفته. اینو متوجه شدن بچه ها؟ جمله اول جمع رو داره، کبوتران استرابی میکردند، هر یک خود را میکوشید، باید میکوشیدند باشه دیگه. آقا کوچک پرسیده نقش کلمه خود اینجا چیه؟ در نگاه اول میگیم آقا بدل. من به شما یه نکته برای بدل گفتم، گفتم بدل یک راه حل غیر ادبیاتی سری بگیم. ما بدل رو میتونیم برداریم و اصلا فکر کنیم به جمله اشکالی وارد نشده. بدل قابل حذف نیستا، ما داریم یه راه روش مثلا میانبر میگیم. الان تو خود رو برداری، هر یک را میکوشید، اصلا جمله معنی نمیده. پس هر کسی خودش را کمک میکرد، این خوده دیگه اینجا بدل نیست، مفعوله. دقیقا مفعوله. چرا آقا مفعول گفتی؟ گفتم بدل نشونه داره. ما همگی تو را دوست داریم. همگی رو بردار، ما تو را دوست داریم. به جمله‌مون واردی اشکالی وارد نشد. پس اینجا هر یک خود را میکوشید، این خوده کمک میکرد به، اگر بخوایم به فارسی امروز بگیم، هر یک به خود کمک میکرد، هر یک خود کمک کردن به متمم میگیریم بر اساس فارسی سابق مفعول. توی تستا چون کوشش کردن رو ما با حرف اضافه اختصاصی نداریم، من اینجا مفعول صداش زدم. آقای شاکرانه، وقتی نهاد مفرد شده چرا فعل باید جمع باشه؟ ببین اینجا کبوتران استرابی میکردن و هر یک خود را میکوشیدند، این هر یکه اومده جز شده، ولی قرینه به این جمله داره. الان تو مثال های جلوترم میگیم تلاش برای رهایی خود ایستادن، مثال زدیم. متوقعه گفت جای مجادله نیست. آقا زهر نزنید، یعنی تفرقه نکنید، ترک تفرقه داریم. چنان باید که همگنان استخلاص یاران را مهمتر از تخلص خود شناسند. خیلی بچه تو قرابت معنایی امروز اگه برسم تست حل بکنم میبینیم همگنان استخلاص یاران را مهمتر از تخلص خود شناسند. پارسا نوستاتی اگر هستی کامنت بذار ببینمت. نامی کامنت بذاره، مانی کامنت بذاره، فرامرزی کامنت بذاره، یاسین رفت، عبدالی رفت دیگه، خیرندی، شاپری، نوریزاده، کسرا، شکوه. خب ظاهرن باشه باشه باشه، اوکیه، حالا باشه، حله، باشه، خوبه، هستن بچه ها. پس آریا توی درس ششم یک بیت شعر داشت که مصرع دومش با هر یک شروع میشد و اونجا گفتیم که هر یک بدله. گفتم یک بدلی ما داریم گروهی، الان هر یک شده چاره ساز با او. مصرع اول رو ببینید، به خیشاوندان ربط داشت که گفتم دیگه خیشاوندان رو با بیت بالای اگر بگیریم دوتا بدل این زیر آورده. یه بدل گروهی بود که اینجا نیست. آره دانیال جان جزوهشو میذارم، منتها توضیحات خودم تو ویدیویی که تو کانال هست باز میفرستم از این ویدیو الان کاملتره ها، حتما اون ویدیو رو ببینید. اینجا من دارم مثلا مرور میکنم. همگنان استخلاص یاران را مهمتر از تخلص خود شناسند. ایثار کنیم به فکر آزادی و رهایی
دوستامون و دیگران باشیم. حالی ثواب آن باشد. بچه ثواب رو ببینید، ثواب رو ببینید با ساده. درست مصلحت، ثواب اونه، درست و مصلحت اونه که جمله به طریق تعاون قوتی کنید. شاید نتت مشکل داره ادمی، من صدام که بچه صدای من مشکل داره. ثواب با سه نقطه تلاش میشد. آره ادمی شاید نتت، بعضی شاید نتشون مشکل داره چون بیشتری ها میگن نه. خب ثواب با ساد یعنی مصلحت، ثواب با سه نقطه یعنی پاداش. اینجا مصلحت یعنی درست، و درست اونه که جمله به طریق تعاون قوتی کنید تا دام از جای درگیریم که رهایش ما در آن است. همگی با هم یه کاری بکنیم که رها بشیم. دعوت به اتحاد با بنفش نوشتم مفهوم رو. کبوتران فرمان وی بکردند، اطاعت کردند، دام برکندند جمع بسته و سر خیش گرفتند. دوباره حذف شناسه به قرینه لفظی داریم. فرمان وی بکردند اند، دام برکندند اند، سر خیش گرفت اند، اند حذف شده، حذف شناسه به قرینه لفظی. صیاد در پی ایشان ایستاد، شروع کرد رفت دنبالشون راه رفت. این ایستادم دوباره شروع کردن دنبالشون رفتن دیگه. و بران امید که آخر درمانند و بیفتند. و زاغ، بچه دوباره املای بیفتند و ببینید الف نداره. زاغ با خود اندیشید که بر اثر ایشان بروم و معلوم گردنم که فرجام کار ایشان چه باشد، که من از مسئله این واقع ایمن نتوانم. زاغ میگه آقا الان یه گروه کبوتر داره در میره، صیادم دنبال ایناست، منم دنبال اینا پر میزنم، میرم ببینم که اینا کجا میخوام برن، چون ممکنه چنین داستانی برای منم پیش بیاد. و از تجارب این دفع حوادث سلاح‌ها توان ساخت. میگه تجربه کسب میکنم که اگر این مشکل برای منم به وجود اومد سلاحی داشته باشم. این سلاح با سینه، یعنی همون اسلحه، ابزار جنگی مثلا، اینجا که مفهوم کنایه داره، ولی اگه با ساد بود میشد مثلا همون مصلحت و اینا. این صفحه هم تموم شد، صفحه بعد. متوقع چون بدید که صیاد در پی ایشان است. بچه این چون وابسته سازه. متوقع زمانی که دید، زمانی که فهمید صیاد دنبال اوناست، به یاران گفت این ستیز روی در کار ما به جد است. تا ما رو نگیره ول نمی کنه، تا ما رو نگیره ول نمی کنه، مصممه و تا از چشم اونا پیدا نشویم دل از ما بر نگیره. سوی آبادانی ها و درختستان ها برویم تا نظر او از ما منقطع گردد، چشماش دیگه ما رو نبینه. نومید و خایب بازگردد. خایب همون مترادف نومیده، ناامید، که در این نزدیکی موشی است از دوستان من، او را بگویم تا این بندها ببرد. کبوتران اشارت او را امام ساختند. جمله که زیرش خط کشیدم، بچه‌ها میتونید کامنت کنید که چند جزئی با چیه یا چند جزئی با چی و چیه. تو این 30 ثانیه بریک دوستان تو کامنتاشون هم بگن. سه جزئی با مفعول، سه جزئی با متمم، چهار جزئی مفعول مسند. خب چهار جزئی مفعول مسند، چهار جزئی مفعول مسند. پارسا نصرتی مفعول مسندش رو پیدا کن. بله خب بگو مفعول کدومه، مسند کدومه. خایب همون نومید میشه، خسته. پارسا نصرتی صدات بازه، میتونی صحبت کنی. پارسا صدای ما میاد؟ سلام. خوبی؟ خب الان اینو به من بگو که مفعول کدومه، مسند کدومه، چرا؟ کبوتران اشارت او را امام ساختن. چگونه ساختن؟ امام ساختن. پس امام میشه چیزمون، مسندمون. بعد چه چیز او را امام ساختن؟ اشارت او را، اشارت هم پس کام بشه مفعول. او چی میشه؟ آفرین.
او هم فکر کنم بشه چیز حالا تو کامنت ها گفتن دیگه. اشاره کبوتران اشارت او را او فکر کنم بشه او به اشارت چسبیده پارسا چی میشه؟ مضاف الی مضاف الی دست در نکنه باز ازت کمک میگیرم. خب کامنت برقیه نیدنی درست ساختن چه نوع فعلیه؟ به چه معنیه؟ ساختن اگر به معنی به حساب آوردن کبوتران اشارت او را راهنمایی به حساب آوردن آره روی سال 12 اشاره تو دست 6 میخونید فعلای سنگک پندد به هی از من شنیدید ساختن نامیدن گردانیدن کردن پنداشتن نمودن دانستن دیدن به حساب آوردن چهار جزئی مفعول مسندی هستن اینا حفظی هستش. خب کبوتران به حرفش گوش کردن و رفتن. متوقعه به مسکن موش رسید کبوتران را فرمود که فرود آیید فرمانش را اجرا کردن جمله نشستن آن موش را زبرا نام بود. بچه این راه رو من الان از کی کمک بگیرم؟ آقای یزدانیان. آقای یزدانیان بیا بالا این راه رو به من بگو نوعش چیه. یزدانی ما حتی الان تو رو هم میتونیم ببینیم اگه قبول کنی درخواست ما رو. آقای یزدانیان هم میکروفونش هم تصویرش برای ما الان باید بیاد بالا. الو الو خب صدات میاد حالا تصویر رو خواست اجازه بده نخواست اجازه نشه. خب آقا کدومو الان این آن موش را زبرا نام بود این راه چه نوع راهی؟ فک اضافه فک اضافه ممنون هستم. خب بچه این راه فک اضافه است نام آن موش زبرا بود من گفتم فک اضافه فاصله میندازه و همیشه بعد از مضاف الی میاد نام آن موش نام آن موش الان زیر آن خط کشیده بود زیر آن خط کشیده بود نام آن موش آن صفت مضاف الیه نام موش موش مضاف الی نام نهاد آن صفت آن صفت مضاف الی و با دهای تمام و خرد بسیار دهای تمام هوشیاری خرد بسیار خردمندی گرم و سرد روزگار دیده و خروش رهوال دیده آدم با تجربه بوده موشه و در آن مواضع اون در اون موضعی که قرار داشت در اون مکانی که قرار داشت به خاطر فرار صد سوراخ ساخته و هر یک را در دیگری راه گشاده و تیمار آن فراخور حکمت و بر حسب مصلحت داشته مراقبت کرده از اون راههایی که میخواد در بره. چرا؟ چون یه زمانی اگر در دام افتاد بتونه فرار بکنه آینده نگر بوده. خب صفحه بعدی یه تیکه بچه ها اینجا تو فایل اصلی اینجا که آوردیم یه تیکه یه صفحه ما بالا پایین شده ازش رد شدیم صفحه بالاتر رفته بود تو فایل اصلیمون هستش ببینید الان میگه ما در دام افتادیم برو سری دامهای ما رو باز بکن یه دو سه خط نیست اینجا هست شده اون دو سه خط نکته نداره ولی در فایل اصلیمون وجود داره. موش در بریدن بندها شروع کرد دوباره ایستاد میشه شروع کرد نخست از آن یاران گشای فداکاری کرد ایثار کرد موش به این سخن التفات نکرد توجه نکرد ای دوست ابتدا از بریدن بند اصحاب اولاتر ای دوست بهتر اول بری بند یاران منو باز کنی بچه معشوق نیست وطن نیست حتما یاره میشه ایثار. اینجا بچه این نکته قرابت من تا حالا در کنکور نیامده در کتابای تست من دیدم در مدارس بحث اینا نیامده خوبه اگر این تیکه قهوه‌ایه منم برای همین قهوه‌ای گذاشتم. این حدیث را مکرر می‌کنیم مگر تو را به نفس خیش حاجت نمیباشد و آن را بر خود حق نمی‌شناسی. میگه آقا تو یه ذره فکر خودت باش خودخواه باش این مفهومش خودخواهیه دعوت به بهره نفس. گفت منو سرزنش نکن که من کبوتران را تکفل کردم و ایشان را از آن بود بر من حقی واجب شده است عمل کردن به وظیفه ریاست من باید حواسم به کبوترها باشه و چون ایشان حقوق مرا به طاعت و مناصحت بگذاردن بچه این بگذاردن رو ببینیم اجرا کردن به جا آوردن اجرا کردن به جا آوردن بریم سراغ آقای حیدرشناس
آقای هدرشناس جفتش بازه، هم صدا هم تصویر، حالا هر کدوم اوکی. اومدی بالا بهم بگو پویان. آقای هیدرشناس میبینه ما رو، الان هنوز به ما اجازه نداده با ما صحبت بکنیم. پویان اگه هستی اجازه بده. خب سلام. سلام پویان، خوبی؟ مرسی همین شما. خب ممنون پویان جان. این گزاردنا میتونی به ما بگی دال، زال و رزه چه فرقی داشت؟ رزه به معنای انجام دادن و خب گزاردنم بقیه معنی ها دید. گزاردنم قرار دادن. گفتیم ما رزه یادمون باشه اجرا، انجام، دال، زال، هر چی بود دیگه دال، زال، قرار دادن و این ور و اون ور. ممنون آقای هیدرشناس. خب هیدرشناس زودم رفت. جمله قهوه‌ای رو ادوین جان حالا سوال دارم ببین. خب بعد به گزاردن اجرا کردن با رزه هستش و به معونت با این یاری کمک و مظاهرت با زی ایستاده دستدار ایشان از دست صیاد بجستیم. ما آقا کبوترها میگه چون به حرف من گوش کردن، حالا منم باید به اینا حواسم باشه، اونا به حرف من گوش کردن اطاعت منگه، حالا منم باید از عهده این ریاست اینا بر بیام و حواسم به اونا باشن. مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد و مواجب سیادت با سیادت باشه از سیدی میاد به ادا، ادا با الف آماده کردم وظیفه‌مو اجرا بکنم و می ترسم که اگر از گشادن گره های این عقده های من آغاز کنی ملول شوی. عقد بچه ها دیگه عقده نداریم، عقد یعنی گردنبند، عقده یعنی همون گره و مشکلات و اینا. اگر از گشودن گره های من آغاز کنی خسته شوی و بعضی از ایشان در بند بدانند. بچه ها اینجا عیسی رو احساس مسئولیت برای یاره، برای مردمه، برای همراهه، برای همدمه، نه برای معشوق. و چون من بسته باشم اگرچه ملالت به کمال رسیده باشد اهمال جانب من جایز نشموری و از ضمیر بدان رخصت نیدی. میگه اگر که من بسته باشم با اینکه خستم باشی چون رفیقیم در درون خودت میگی آقا من باید حتما متوقع رو نجات بدم، کمک بکنم، اطمینان از دوست میدونم حتما نبه من. بچه این اهمال رو ببینیم، اهمال احمل یهمل و اهمال با به افعال نرید های جیمیا حمل کردن که متعدی هم هست تو باب افعال. این اهمال باهای دو چشم، این اهمال سستی کاستی باهای دو چشم، حواسمون باشه. میگه نیز در هنگام بلا شرکت بوده است در وقت فراغ موافقت اولاتر. بچه خیلی مثال مهمی میگه وقتی ما تو بلا همدیگر رو یاری کردیم تو وقت آسایش باید یاری بکنیم. چرا؟ اگر این کارو نکنیم تا اینان مجال وقعیت یابن، ما رو سرزنش میکنن دیگران، آدمای بدگو، آدمای ایرادگیر، استخونلای زخما ما رو ایراد میگیرن. اینو میگم آریا. آره سوال تو باز آخر سر من میکروفون تو باز میکنم دوباره برام بگو. هی بخوام چون طول آره باز میکنم دوباره از آره. این میگه همراهی در بلا و آسایش، همراهی در بلا و آسایش. در تستا عزیزان حواسشون باشه، تستی نرن بگن که مثلا آسایش رو به بلا ترجیح دادین یا بلا رو به آسایش. همراهی در بلا و آسایش. اینجا داریم صفحه بعد. موش گفت عادت اهل مکرمت این است و عقیدت ارباب مودت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده و در موالات تو صافی گردد. میگه تو میخوای دوستی ها و همکاری ها و همیاری ها و همدلی ها رو خالص بکنی، به دوستی بپردازی و ثقت دوستان به کرم عهد تو بیفزاید. ثقت یعنی اعتماد، کرم تو باعث میشه که دیگران وفادارتر بشن، دیگران هم کمک بکنن و آنگاه به جد و رغبت بندهای ایشان تمام ببرید و متوقع و یارانش مطلق و ایمن بازگشتن. بچه ها بی افزاید املاشو ببینید، الف نداره، جد و رغبت، رغبت انقینه، قید و نقطه نیست،
به دو نقطه رقیب می اومد، این رقیب کوشش و تموم شد این داستان. قلم رو زبانی فکری و معانیش رو اینجا نوشتم. گنج حکمت درس 15 رو من بگم، اینجا داریم گنج حکمت درس 15 رو بگم، یه 20 ثانیه بریک میگم، بچه ها رو میاریم بالا با هم صحبت بکنیم. مهمان ناخوانده، داستان اینه که آقا یکی شب رفت خونه یه فقیری، این فقیر چیزی نداشت ازش پذیرایی بکنه، مثلا رفت یه تیکه نون آورد، بعد مهمونه گفت ای کاش با این نون یه پنیری چیزی بود که ما راحت تر غذا بخوریم. بنده خدا این فقیر پاشو رفت بازار، لباس خودش رو گرو گذاشت، پنیر گرفت، بیاد با این مهمونش پنیر با نون بخورن. بعد اینکه تموم شد، این مهمونه شروع کرد به شکر کردن خدا و خدایا ممنون که آنچرا که به ما دادی ما به آن خرسندیم. بعد فقیره میگه اگر تو به داده خدا خرسند بودی ردای من به گره بازار نمیرفت. سرزنش طمع، سرزنش طمع داره اینجا، میگه اگر تو طمع نمی کردی من لباسم رو تو بازار گرو نمی دادم. پس تو حرف از قناعت نزن، تو حرف از قناعت نزن. جوامع الحکایات و لوامع الرعایات روایات نوشته محمد اوفی رو تاریخ ادبیات بدونید. آوردم که وقتی مردی به مهمانی سلیمان دارانی رفت، سلیمان آنچه داشت از نان خشک و نمک در پیش او نهاد و بر سبیل اعتذار این بر زبان راند. با شرمندگی با رعایت ادب گفتش ببین، گفتم که چون آگه آمدی عیب مگیر، چشم تر و نان خشک و روی تازه دارم. میگه چون یهویی شب اومدی، ناگهان اومدی، از من ایراد نگیر، عیب مگیر یعنی گیر نده و اینو میفرستم براتون، تو اون فایل هستش. بعد میگه که تو اون فایل ویدیوی ادوین هستش گنج حکمت. بله میگه که چون دیگه ناگهان اومده گیر نده، یه میگه من اشک چشمی برام باقی مونده، یعنی همون شرمندگی، یه نون خشکی دارم ولی خوشخندم، از مهمون پذیرایی میکنم، حس معنویشم ببین. مهمان چون نان بدید گفت کاش که با این نان پاره پنیر بود. سلیمان برخاست، بچه املای برخاست رو ببینید، بلند شد به بازار رفت، ردا به گرو کرد و پنیر خرید و آورد. بازم مهمون نوازی کرد با اینکه نداشت. مهمان چون نان بخورد گفت الحمدلله که خدا عز و جل ما را بران چه قسمت کرده است، قناعت هم به ما داده و خرسند گردانیده. سلیمان گفت اگر به داده خدا قانع بودی و خرسند نمودی ردای من به بازار به گرو نرفتی. این داره این گنج حکمت مفهوم قرابت معناییش، سرزنش عدم قناعت و طمع و اینها رو داره. ما وارد درس 16 میشیم. علامت چه کسی میخواد که صدا و تصویرش بیاد بالا ما صحبت بکنیم؟ کسی میخواد تو کامنت بگه میخوام یه 30 ثانیه استراحت بدم وارد درس 16 بشم؟ صدا و تصویر با هم اجازه دسترسی به ما بده حتما تو این 20 ثانیه بریک. هیچکی یعنی واقعا نمیخواد ما صداش هم حتی بشنویم. شروین تو اوکی نیستی؟ اصولا واسه این کارا اوکی یا؟ سلام آقا، خونه خیلی شلوغه. آقای داننده، بچه ها صداتون ببینیم هم دیگه رو. با آخری پایست استاد. من ادوین رو پیدا کنم. ادوین تو به نمایندگی از بچه ها بیا. مانی تو هم اوکی نیستی نه؟ من بچه ها رو تو پیدا کنم. حتی آریا هم مثلا نمیگی بیام بالا. ای بابا، یاسین بیا بالا ببینم. یاسین
یاسین طالعی. یاسین حتی صداش هم اجازه نمیده ما گوش کنیم. یاسین طالعی کجایی؟ یاسین طالعی در رفت هستم. نشه اصلا یاسین علکی نیست. جان آقای رضایی بگو. آه کسرا رضایی رو پیدا کنم. کسرا میگه آقا من میخوام بیام بالا ببینم تو. کسرا پیدا بکنمت. کسرا رضایی. اسمش کسرا رضایی. کسرا بیا بالا ببینیمت. من درس 16 رو شروع کنم. کسرا الان دسترسیات بازه. کسرا رضایی. کسرا رضایی. کسرا. کسرا. الان میام چش. الان میام. خواهش. به سلام. سلام آقا رضایی چطوری؟ بسین قربان شما چطورین؟ شما چه خبر ها؟ هیچی قرنطینه همیشگی. تو خونه نشسته همینجوری؟ الله چهار هفته است تو خونه یه دو ماه نیمی است نشستی. بیرونی هیچ جا برنامه ای داستانی؟ تو یه دو هفته یه بار بچه ها میان ما هم میریم یه جایی حالا ایشالله. چه خبر ها اوکی؟ حالا بعد نی بقیه درسته تا حالا بالا اومدین؟ نه. صدا چی؟ صدا هم نه. بعد آخه ادبیات باید یه جوری بریم جلو که خسته نشید. یه بحثی خسته کننده میشه به نظرم الان هی داریم میریم جلو. بعد از شکوه چه خبر؟ هی آقا دست رو دلم نذار. خبر داری ازش؟ اولا اصلا پیداش هم نیست دیگه. بسه تو گروه مدرسه میبینیم دلمون تنگ میشه. آی بابا از آریا کلن آریا هم نبینیم؟ آریا که اصلا نگو و نپرس. ای بابا آریا هم نیست. آریا الان دلتنگ مدرسه هستی واقعا؟ دلتنگ دوستام هم. آه این دلت برای ما هم تنگ نشده. ای بابا دل. خب شما دوستان شما نمیم شما میخواین حساب کنین دوستان هستیم یا نه؟ حالا بحث فلسفی شد. آقا خوشحال شدیم دیدیمه. بچه هم خوشحال شدن دیدنه. دست در نکنه. مراقب خودت باش. مخلصیم. خدا نگهدار. خب دم آقای رضایی گرم و بریم سراغ درس. درس 16 رو استارت میکنیم دوباره. بچه بیاید دیگه. یه دو سه نفر رفته بودن. من می نویسم میاد. پارسا نوستکی تو هرچی می نویسی میاد. بله ما می بینیم. بچه من اصخایی میکنم اگه این دو سه دقیقه صحبت بعضی ناراحت کرد. خواستم یه ذره کلاس واقعا تنوع داشته باشه. تنوع کلاس خب. آریا واسه فارسی اسمت بیارمت بالا آریا که سوالتو بپرس و ما بریم به ادامه درس. خب آریا الان صدات بازه. حالا تصویر رو هر جور راحتی اوکی کن که از من سوالتو دوباره بپرسی چون من متن دو سه بار خوندم متوجه نشدم. بچه الان دیگه تو کلاسیم. آریا میخواد سوال بپرسه. همه حواسا جمع. آریا آریا نمی آی. آریا آریا بچه آریا هیچی اصلا فقط کامنته هیچیش نمیاد بره ما. آریا من بعد کلاس بهت زنگ میزنم یا تو بهم زنگ بزنی سوالا رو حل کنیم. آه میکروفون نداری. باش
درس 16 بچه ها قصه عینکم داره شروع. بچه نکاتش رو نوشتم کامل کامل داخلش نوشتم و سری میگم. میگه به قدر این حادثه زنده است که از میان تاریکی های حافظم روشن پرفروغ مثل روز میدرخشه. میگه این خاطره که میخوام براتون تعریف بکنم خیلی واضحه. تا آن روزها که کلاس هشتم بودم خیال میکردم عینک مثل تعلیمی عصا دست گرفتن، الان دیدی بعضی 30-40 ساله هم عصا دست میگیرن فکر من کلاس داره، عینک مثل تعلیمی و کروات یک چیز فرنگی معابی است، یعنی یک چیز متجددانه است، یک چیز با کلاسه. عینک گذاشتم که مردان متمدن برای قشنگی به چشم میگذارند. بچه میگذارند دوباره این وسط ببین، قرار دادن با دالزاله، میگذارند قرار دادن با دالزاله. دایی جان میرزا غلام رضا که در تجدد افراد داشت اولین مرد عینکی بود که دیده بودم. مرد عینکی یه ترکیب وصفی، اولین مرد عینکی. بچه الان همین بغل تو کامنت ها مثل همین ترکیب منتها غیر از صفت عالی یا شمارشی، صفت پیشین بگید، هسته بگید، صفت پسین بگید، پیشین، هسته، پسین که دیده بودم. علاقه دایی جان، دایی هم که شاخ این دایی جان، اون بالا گفته دایی جان میرزا اسمش، حواسمون به اینا باشه. در واکس و کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگر فرنگی مابان در فکرم تقویت کرد، گفتم هست و نیست. عینک یک چیز متجددانه، عینک یک چیز متجددانه، حواسمون به این باشه. چیز رو ما اینجا حواسمون به چیز، یک چیز متجددانه، چیز رو هسته گرفتیم، یک رو صفت گرفتیم، یک رو صفت گرفتیم و متجددانه هم صفت گرفتیم. این مطلب رو داشته باشید. بچه این قسمت بنفش رو ببین، میگه مادر بزرگم به ما میگفت که شما دوتا برادر مثل علم یزید میمانید، دراز دراز میخواهید بروید آسمان شوربا بیاورید. اول املای علم با عینه ببین، املای علم با عینه ببین، املای علم با عینه ببین، پرچم علامت، دراز دراز میخواهید بروید از آسمون آش بیارید، میخواد بلند قد بودن رو بگه. و در مقابل این قد دراز چشمم سو نداشت، نمیدیدم. در خانه‌ام غالبا پای سفره نهار یا شام بلند میشدم، چشمم نمیدید، پام به لیوان میخورد، پام به کوزه میخورد، ظرف میشکست. این غالب رو ببین، یعنی همیشه با اغلب با انقین، غالب با قی دو نقطه یعنی شکل، غالب با قی دو نقطه یعنی شکل، با انقین یعنی اغلب همش. آن وقت بیان که بدانند و بفهمند که من نیمه کورم و نمیبینم خشمگین میشدن. پدرم بد و بیراه میگفت، مادرم سرزنش میکرد منو، میگفت به شطور افسار گسیخته. افسار گسیخته یعنی بی نظم و ترتیب، افسار گسیخته یعنی بی نظم و ترتیب. هر دنبیل املاشو ببین، هپلی هپو املاشو ببین. میگه چقدر تو بی دست و پایی، چقدر تو مشکل داری. چیره شدن با انقین ادوین، میگه چقدر تو بی نظم و ترتیبی، میگه چقدر تو بی خیالی، هی همه چیو میزنی میریزی. میگه آقا نمیدونن که من کور یا نیمه کورم، که هپلی هپایی، هر دنبیلی. صفحه بعدی، چیزی به پایت میخوره رسوایی را میفته. اتفاقای فوتبال پیشرفت نداشتم مثل بقیه بچه ها، تا میرفتم پامو ببرم بالا به توپ بزنم، پام به توپ نمیخورد، بور میشدم. بور میشدم یعنی خجالت میکشیدم، شرمنده میشدم. تو قرابت معنایا اومد، بور شدن یعنی خجالت کشیدن و شرمنده شدن. بچه ها میخندیدن، به رگ غیرتم بر میخورد، کمال طلب بودم، بعد به آدم بخندم. بدبختانه یک بارم کسی به دردم نرسید. تمام غفلت هایم را ناشی از که از نابینایی ناشی بود، حمل بر بی استادی و مهملی و ولنگاری هم میکردن. این پندار نادرست مفهومش بچه ها. این مهمل رو ببین، مهمل یعنی بیهوده، با هی دو چشم، محمل کاروان هی جینی. مهمل درس 6 بهتون گفتم، گفتم جلوتر میخونیم، اینجا بود درس 16. مهمل دو چشم بیهوده، محمل کاروان هی جینی. با اینکه چندین سال بود شهرنشین بودیم، خانه ما شکل دهاتیشو حفظ کرده بود، اصالتمون یادمون نرفته بود، میدونستیم از کجا اومدیم. دهاتی هی دو چشم، مهمانداری ما پایان نداشت. خدا بیامرز پدرم دریادل بود. بچا تو قرابت معنایا خیلی میاد، حواسا بالا باشه. پدرم دریادل بود، سخاوتمند بود، در لاتی کار شاهان را میکرد. بچه ها ما یه لات داریم، یه آدمی مثلا فکر میکنیم قدار کش و قلدر،
یکی از معانی لاتی خود لاتی، یعنی یه روشه، ما کلمه در فرهنگ داریم، فرهنگ لغت، خود لاتی یکی از معانیش فقر مطلقه، فقر نزدیک به صفر، یعنی فقر زیاد، فقر نزدیک به صفر نه، فقر نزدیک به صد، فقر زیاد. میگه پدرم با اینکه خیلی تهی دست بودیم، پدرم با اینکه خیلی تهی دست بودیم کار شاهان را میکرد، در توی دستی بخشش میکرد، ساعتش را میفروخ و مهمانش را پذیرایی میکرد. یکی از این مهمانان پیرزن کازرونی بود، کارش نوه سرایی، املای نوه سرایی رو ببین. دهاتی نه، همون معنیش شروین، دهاتی همون قدیمی معنیش از قبل مونده. روزه میخواند، بچه این روزه املاش رو ببین، این روزه با زه دستدار، روزه که تو مجالس میخونن با زه دستداره، روزه به معنی باغ و گل، باغ و گلزار و بهشت هم با زه دستداره. ما روزه داریم با زه ری که از 4-5 اردیبهشت ماه، ماه مبارک رمضان شروع میشه و بچه های ما روزه گرفتن رو شروع میکنن پیشا پیش التماس دعا. اتفاقا شیرین زبان و نقال هم بود، شیرین زبان، زبان شیرین، سخن شیرین، این زبان مجاز از سخنه، سخن شیرینی به کار میبرد، میشه چی؟ حسامیزی. نقال بود، قصه‌ام میگفت، با کسی دعوایی نداشت، رو کراست بود، عیناً عیب دیگران رو میگفت. حالا خلاصه کتاب ذات تعزیه و مرثیه املاشو ببین، من بیام اینجا، اینجا که با بنفش مشخص شده کنارش، من قلا کردم و روزی که پیرزن نبود رفتم سر بخچش با قیه دو نقطه، کتاباشو به هم ریختم، شیطنت کردم، عینکشو گذاشتم روی چشمم و با این ریخت مضحک، و با این ریخت مضحک، ریخت خنده‌آور، سر به سر خواهرم بگذارم. بچه این بگذارم رو ببینید، سر به سر گذاشتن یه کار دیگه، سر به سر گذاشتن یه کاره، یه کاری هستش که مثلا ما داریم اجرا میکنیم، اصطلاح میگیم باید با رزه بیاد. کتاب شما بگذارم رو با دا اینجا سر به سر گذاشتن و با دالزال گرفته، کتاب شما سر به سر گذاشتن رو با دالزال گرفته و همین، کتاب شما سر به سر گذاشتن رو با دالزال گرفته، حواسمون بهش باشه، سر به سر گذاشتن با دالزال، سر به سر گذاشتن با دالزال. اما هرگز فراموش، آه هرگز شبه جمله، فراموش نمی کنم برای من لحظه عجیب و عظیمی بود، عینک به چشمم رسید، دنیا عوض شد، همه چیو دیدم، دیوار دیدم، درخت دیدم، نمیدونم آفتاب رنگ رفته که بود الان آفتاب زیبایی دیدم، همه چیو گفته. ناگهان برگها رو جدا جدا دیدم، اصلا درخت و تالا نمیدونم مثلا چه شکلیه، فیلم یه چیزی مثلا خیلی توهمه، آجرها فلان، احساس کردم که تازه متولد شدم، بنفش رنگ، نگاه کنید اشاره موس رو، احساس کردم که تازه متولد شدم، خوشحالی زیاد، خط چهارم، عینک را درآوردم، دوباره دنیا تیره شد، اما این بار مطمئن بودم که اوکی ام، حالی می، یعنی عینک بذارم میبینم. چند نیقلیان به من میزنن، به سر و گردن زدن، کنایه از تنبیه کردنه. میدونستم پیرزن تا چند روز دیگر به خانه ما بر نمیگردد. قوطی حلبی عینک را در جیب گذاشتم و سرخوش از دیدار دنیای جدید به مدرسه رفتم. قوطی ته دستدار، قیه دو نقطه، حلبی، قوطی حلبی ترکیب وصفی، قوطی عینک ترکیب اضافی، حواست باشه. درس ساعت اول تجزیه و ترکیب عربی بود، درس ساعت اول، ساعت اول یه ترکیب وصفی، درس ساعت اول یک ترکیب وصفی اضافی ما اینجا داریم. معلم عربی پیرمردش رو نکته گویی بود، همه شاگردان ده ردیف نیمکت، حواسمون باشه. بچه اینجا به صفحه که زن نارو نوشتم، زن با زه دستدار یعنی تردید، زن با رزم که نوعی انسانه. حالا سوء زن به ما بگن میدونیم زه دستداره، ولی بعضی وقتا خود زن رو سوال میپرسن، بعد ما فکر میکنیم هر چی با رزه نوشته همون زنه دیگه، چیکار داریم به پندار و تردید و اینا، سوء زن املاش باشه دیگه. میگه این عینکو که گذاشتم معلم فکر کرد کاسه زیر نیم کاسه است، شیطنتی میخوام انجام بدم. بچه ها تعجب کردن و بر این بچه ها خط آخر، در این حال وضع من تماشایی بود، قیافه یغورم، قیافه یغور، قیافه یغور، املاشو ببینید. بچه اینجا میگه و در مقابلان کلمات رو تجزیه کرد، این تجزیه کرد، من گفته بودم کرد دوتا معنی داره، این جزوه که این زیر الان نوشتم، کرد و دوتا آکولات باز کردم، دوتا نشونه گذاشتم، گردان و اجرا انجام، یکیشو غلط نوشتم،
نگاه کنید به من، این کرده این پایینو تو کامنت ها بگید محسنی کجاش غلطه. یکی از این دوتا رو من غلط نوشتم، نکتهشو سر کلاس گفتم. آها آریا تا الان درست گفت، اجرا انجامو گفت، بقیه چی؟ آها عزیزان اکتیو نیستید. بچه ها ما کرد سه جزئی با مسند نداریم، اصل بود شد گشت گردی فقط سه جزئی با مسنده. این کرده معنی اجرا انجام، سه جزئی با مفعول قطعا. اینجا ما اشتباه نوشتیم، جزئی دستتون اومد اصلاح بکنید. کلمات عربی را تجزیه میگردان، سنگک پندده برای بار علوم تو همین کلاس گفتم، برای سال بعد به دردتون میخوره، یکی از سوال قطعی کنکور. صفحه بعد میریم، یه خوز بالاغوز بود دیگه، من که دراز بودم، قیافم که یغور بود، این عینکم گذاشتم، مشکل روی مشکل ایجاد شد. بچه ها از ترک دیوار هم خندشون میگیره، بینید بیدلیل هم میخندیدن، مسخره بازی در می آوردم. خدا روز بعد نیاورد. سطر اولو که نوشت، بچه ها از قیافه من دیگه خندیدن، حیرت زده گچ انداخت، بر رو بر به قیافه من نگاه کرد معلم. بچه ها این عجیب غریبو ببین، و غریب به یک دقیقه به بر رو بر به من نگاه کرد. غریب سنگک پندت به ادوین، ساختن، نمودن، گردانیدن، کردن، پنداشتن، نامیدن یا همون نمودن، دانستن، دیدن، به حساب آوردن. بچه این قریب اینجا قید دو نقطه است، حالا ما رنگ‌آمیزی که امشب دیده نشه، قریب قید دو نقطه یعنی نزدیک، با انقه یعنی عجیب قریب. معلم دیگه شروع کرد، اومد عصبانی شد و یقین شد که من بازی جدیدی در آوردم. این مسحور رو بچه اینجا ببینید، یعنی من دیگه تو کار خودم غرق بودم، شگفت زده کار خودم بود، با بقیه کاری نداشتم. فکر کردم من بازی عجیب غریبی در آوردم که میخوام او را دست بیاندازم. بیاندازم دوباره ببین الف نداره، بیاندازم ببین دوباره الف نداره، بیندازم بیفشرد بیانداخته. ناگهان چون پلنگی خشمگان راه افتاد، آقای معلم لهجه غلیظ شیرازی، لهجه شیرازی، لهجه غلیظ، دو تا ترکیب اصلیه، لهجه با هی دو چشمو یاد بگیر، املای غلیظ رو ببین. اصرار داشت که خیلی خیلی عامیانه صحبت کنه. اصرار رو ببین، اصرار با سه صابون، صاب یعنی پافشاری، با سین یعنی رازها، که میخواست بگه من لهجه ندارم، تظاهر کنه. به به مثل قوالها صورتک زدی. کسی که آیین‌نامه و نمایشنامه اجرا میکنن، نمایشنامه قدیمی، قوالها، کسی که آیین نمایشنامه اجرا میکنن صورت نقاب میزنن دیگه. صدای آقای معلم و فلان و صدای مهیب، بچه‌ها یه جوری خندیدن، صدای مهیب خنده آنان دیگه صدای ترسناک شد، همه خندیدن، یک زلزله اومد انگار کوه شکست، اغراق و خندیدن فراوان. مهیب و نهیب هی دو چشم، از درس پنج دارم میگم دیگه، شروع کرد هرهر کردن و عصبانی کردم. و بچه این بگذار اینجا ببین، این خواستم و بگذار رو ببین، خواستم اراده با واو با خواست میاد، این بگذار اجازه دادن اجرا و انجام نیست، اجرا و انجام به جا آوردن نیست، بگذار اجازه بده با دالزاله، بگذار اجازه بده با دالزاله، بگذار اجازه بده با دالزاله. حالا کلاس سخت در خنده فرو رفته، من بدبختم دست و پامو گم کردم، دست پاچه شدم، گیج شدم. مات و مفقود خنده، مات و مفقود املاشو ببین. این بار معلم سخت از جا در رفت و اومد منو بیرون کردن. آقای مدیر و آقای ناظم و آقای معلم عربی کمیسیون کردن. کمیسیون کردن یعنی مشورت کردن، حرف زدن. میخواستن اخراج کنن منو، اما آنقدر گفتم صادقانه بود که در سنگ هم اثر میکرد. اهمیت صداقت رو داره، میگه دعوت به صداقت میکنه. با همو لهجه گفت بیا بریم فلانو، واسم عینک گرفت و گذاشت رو چشمم و شلوارهای وصله‌دار نوشته رسول پرویزی یادمون باشه. بچه این درس روانخوانی، من قلمروها رو جواب دادم، این فایل رو میذارم. این درس روانخوانی من توضیحش رو دادم، روانخوانی دیدار، دیدار آقای خمینی و آقای مدرس رو داره میگه، بحث و گفتگو که بین اینا شده.
من این فایل رو میذارم بخونید. آقای خمینی دنبال یک روش نو در مبارزه بود، اما آقای مدرس نه. این عکس جوونی های دیدار هستش، آقای خمینی هستش. و این درس و عزیزان حتما روانخوانی رو بخونن، مفهوماش رو گفتم، و چون درس جدیدیه و در کتاب قبل نبوده حتما میتونه از منابع قرابت معنایی خوب برای کنکور شما باشه. این املاها رو نوشتم بخونید، من جلسه بعد رفع اشکال میکنم. درس دیدار مفهومش رو میپرسم، مفهومش رو میپرسم، حتما میپرسم. الان میخوام یه سه درس از 15-16، یه سه تست از 15-16 با هم حل کنیم. بچه سوال یک رو ببینید، سوال یک رو عزیزان ببینن در متن زیر. حالا اینجوری الان میشه یک. در متن زیر چند غلط املایی یافت میشود؟ شاکرانه من میکروفونت رو باز میکنم، فقط یک غلطه، همون یک غلط رو به من بگو آقای شاکرانه. اون یه دونه غلط داره، جوابو دارم بهت میگم. متن رو نگاه کن به من بگو یه دونه غلط کدومه. آریا صدا تو داری مگه حرف بزنی؟ آریان، آریان میکروفونم داری اینجا علامتش اومده آقای شاکرانه. خب بچه آریان ما رو دوست نداره، جواب نمیده. بچه مظاهرت، بله بازه دستدار، بازه دستدار باید سوال باشه، یه قدون غلط داشت. بریم سراغ سوال دو. من اینو بزرگترش میتونیم بکنیم. بله سوال دو، مفهوم متن زیر با همه ابیات تناسب دارد بجز حالی ثواب آن باشد که جمله به طریق تعاون قوتی کنید تا دام از جای برگیریم که رهایش ما در آن است. کبوتران فرمان وی بکردند و دام برکنند. اتفاق همیاری دعوت به اتحاد، اتفاق همراهی دعوت به اتحاد. ادوین این سوالو به من بگو به کدوم گزینه ربط نداره. ادوین این صدا صحبت کن برای من. ادوین سلام علیکم. بگو ادوین. سلام. خب مرچگان را چود اولی که رب داره مرچگان را چود اتفاق، بعدش به بارگاه تو چون باد را نباشد بار، که ای اتفاق مجال سرم افت، دو دوست با هم اگر یک دنده. سه رب داره حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آره به اتفاق جهان می حسنت به اتفاق ملا، به بارگاه تو چون باد را نباشد بار، که اتفاق مجال سرم افت، دو میشه؟ بله دو رب نداره. میگه وقتی ما نمیتونیم به دیدار تو برسیم بعد هم خبرید چی کار بکنیم، بس هم با هم حل کنیم. هنگام تلاش شرکت بوده است، در وقت فراب موافقت اولاتر، همراهی و همدلی در دلال آسایش، کدوم گزینه است؟ در دلال آسایش موافقت چون مواری ندیدم شادی و عشق، مخالفت چون مادی غیر ناله و آه، در نوش و نیش کن به حریف موافقت، با هر که هم پیاره شدی هم خمار باش، گر زهر موافقت کند یا نیز بر نوش موافقت کند نیش من، گر نکنی موافقت در دلی بگیرد هم نبذی خوش از هم. نوش یعنی چی ببین؟ چی یعنی چی؟ نوش یعنی خوشحالی، ای شنوشحالی. نیش یعنی چی؟ ما به کسی نیش میزنیم میخوایم چی کارش کنیم؟ آه این الان من نمیدونستم نیش یعنی چه، همین سه میشه تموم شد. میگه در نوش و نیش با دوستات همراهی بکن، سه میشه. ادینجا ممنون، خواهش میکنم، خسته نباشید. خب گزینه سه شد، طعنه زدن. خب خوبه، بریم سراغ سوال چهار. بچه چهار، من حالا تصویرم یه زشت نظر، ببینید مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است. نگاه بکنن دوستان، کامنت کنن.
سوال چهار رو عزیزان ببینن، تو کامنت بگن کدوم گزینه، من چراش رو بگم. دو نفر، سه نفر، چهار نفر. بچه ها یک دو سه همش داره میگه که اتحاد و همدلی خوبه، توی چهار میگه آقا یه گرگ میاد اتحاد رو میشکنه، چهار داره میگه اتحاد شکننده شده. سوال پنج، کدام گزینه با عبارت جای مجادله نیست چنان که همگنان استخلاص یاران را مهمتر از تخلص خود، ایثار و فداکاری. سوالتو بنویس. ایثار و فداکاری، مفهوم سوال پنج ایثار و فداکاریه. دوستان نگاه بکنم به من بگن چی میشه، من کیو بیارم بالا. آقای ده بزرگی، آقای ده بزرگی، سوال پنج به من میگی چی میشه؟ آقای ده بزرگی هستی؟ ظاهرا ما ارتباطی با آقای ده بزرگی از نظر صوتی نداریم. خب آقای ده بزرگی، خب میگم بعضی وقتا شاید نت بالا پایین میشه. بچه گزینه چند گفتید؟ آقای شریفی، شرمین شریفیان میخواد برای ما توضیح بده. شرمین بیا بالا توضیح بده ببینم. سوال پنج، سلام استاد، صدای منو دارین؟ صدا تو دارم، بگو. خب خب گزینه یک که میگه خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن، این دقیقا داره میگه که آسایش خودشو میده واسه مرد و زنه دیگه، واسه کسی دیگه، واسه دقیقا یکی از اون گزینه هاست که آره یک نمیتونه باشه. نه آهان، تناسل معنی داره، پس همین گزینه یک میشه دیگه. گزینه چهار که اصلا ربطی نداره، گزینه دو سه هیچ. خب شیشو نگاه کن، چه وقت اینجا هستی با هم حلش بکنیم دیگه. شیشو نگاه بکن بگو کدوم گزینه است. خب در کدوم گزینه غلط املایی پیدا میشه؟ گزینه یک، صیاد گرازان به تگ ایستادن تا ایشان را در ضبط آرد و کبوتران استرابی میکردن. سگ و رازانش که درسته، استرابشان درسته، هم این درست باشه گزینه یک. بله، همگان استخلاص یاران را مهمتر از تخلص خود شناسند و ثواب آفتاب ثواب، نه اینم درسته، غلط املایی، ثواب آن باشد که به طریق تعاون قوتی کنی. فکر کنم آقا ثوابش اشتباس کنی. آها، مصلحت و درستی اونه که باید با ساد بیاد، با سین همین گزینه باشه. شروین جا ممنون، همیشه خوشحال باشید، قربون تو یا علی. خب شروین گفت گزینه 6 هم 2 شد. بعد تو سوال 7 رو کامنت کنید برای ما، در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟ در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟ بچه دو که غلط داره، ثواب با صاد باید باشه. سه رو ببینید، بیافزاید الف نباید داشته باشه. سه بیافزاید الف نباید داشته باشه، بیافزاید الف نداره. چهارم مناسب بگذاردند و به معونت ایشان از دست صیاد بجستم. الان بین یک و چهار کدومه؟ چهار، الان یک غلطه، یک بچه چیه؟ همه میگن چهار غلط داره، چهار غلطش چیه؟
غلط چهار دوستان بنویسن دیگه. اجرا کردن، آها، به گذاردن رزه تو ماده درس داشتیم، تو یکیش غلطی نداریم. سال 8 مفهوم مصرع اول درس 14 یه گریز بزنیم، چون ننمود رخ شاهد آرزو میشه ناکامی در مبارزه. مفهوم ناکامی در کدام گزینه اومده؟ آریا سریع گفت گذشت عمر دل ما به آرزو نرسید. سوال 9 مفهوم کدام یکی از ابیات زیر جمله اگر به داده خدا قانع بودید ردای من به بازار گرو نرفتی تداعی میکند؟ قناعت، سرزنش طمع، سرزنش ناخرسندی، سرزنش زیاده خواهی. سوال 9 تو کدوم گزینه اومده؟ چهار دل و جان بدین رفته خرسند کن، همه گوش سوی خردمند کن، خرسند باش. سوال 10 هم به من بگید و من راهتون کنم. مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متناسب نیست؟ شرمین جان ممنون. دوام میخواد توضیح بدین؟ چهاره بچه ها، 1 و 2 و 3 داره همراهی و همدلی، احسن دعمتون، داره 1 و 2 و 3 همراهی و همدلی در سختی و آسایش رو میگه، اما 4 میگه اگر شادی به ما نبود میریم سمت بم. از همه دوستان ممنون، ایشالله که دعامون کنید، تکلیف و این فایل هم میذاریم، خیلی دوستتون داریم، مخلصیم. یا علی مدد.